روح‌الله نکبه را همه ما میشناسیم، کسی که افغانستان را صاحب دو مدال با ارزش و تاریخی المپیک ساخت، یک بار المپیک 2008 بیجینگ، یک بار هم المپیک 2012 لندن. اما ای که با چه سختی ها و مشکلات تانسته به او حد و اندازه افتخار دست پیدا بکنه، در این مستند ورزشی بینندش باشید. در این شهر یعنی کابل کسی زاده شد که افغانستان را به دنیا به گونه دیگری به معرفی گرفت. روح‌الله نکبا کسی که مردم افغانستان از داشتنش احساس فخر و غرور می کنند. نکبا را دوست داری یا نه؟ آه بله بله، نکبا را دوست داریم، افتخار ماست، ما برش افتخار میکنیم که قهرمان کشور ماست، قهرمان ملی بله، ما بسیار افتخار میکنیم برش. روح‌الله یک افتخار ماست، برادر یک قهرمان کشور است، برای افغانستان یک افتخار است. او اگرچه در یک خانواده فقیر چشم به جهان گشود، اما آهسته آهسته تبدیل به بزرگترین سرمایه ورزشی افغانستان شد. ابتدا تکواندو را از فامیلیم کاکایم بود که شروع کردن، یعنی گام اول اونا برداشتن در قسمت تکواندو. بعد از او یک برادرم چند سال بعد رفتن اینا هم شوق تکواندو به سر زدن و خیلی علاقه داشت به رشته های رزمی و این باعث شد که اونا هم تکواندو رو تعقیب بکنن. ما الگوهای ورزشیم برای شروع تکواندو کاکا و برادرم بودن، چون اینا خوب لگت میزدن، اینا خوب مبارزه میکردن، اینا خوب امتیاز میگرفتن و خیلی خوشی میامد از رشته های رزمی، خیلی دوست داشتم. پس از ختم دولت طالبان و روی کار آمدن حکومت آقای حامد کرزی، دوباره به کابل برگشتند. من تکواندو را 10 ساله بودم اول که شروع کردم و استادم با اونجا که از استادای افغانی خود ما در اون کشوری که مهاجر بودیم به نام محمد همایون رضایی استاد بود که من تکواندو را پیش اونا شروع کردم، زیر نظر اونا بودم تا یک مدتی را و بعد از اینکه به کشور برگشتیم سال 1383 ما در انتخابی تیم ملی تکواندو افغانستان شرکت کردیم و از همون سال تانستیم که البته سال بعد انتخابی سال بعدش، یعنی یک سال بعد، یک سال اول من نتانستم در انتخابی تیم ملی اول شوم، اما بعدش تا سال 2017 که در خدمت تیم بودم همون جایگاه اول ورزشی را تکواندو را در وزن 4 داشتم. نکبا سفرهای زیاد را تجربه کرد، همچنان با جدیت زیاد تمرین می کرد تا هم برای خودش و هم برای میهنش افغانستان افتخار کمایی کند. از سال 1383 که من به افغانستان آمدم تمرینات حرفه‌ای خود، تمرینات اصلی خود ما از زمانی که به افغانستان آمدیم شروع کردیم، چون ما عضویت تیم ملی تکواندو افغانستان را کسب کرده بودیم و دیگه شاگرد کلب نمیتونستیم صدا بزنیم یکی هم دیگر. همت بلند دارد، هیچگاه از تمرینات دست بردار نیست و همیشه در تلاش است تا از مربیانش بیاموزد و در مقابل حریفانش از آن تجارب استفاده کند. تیم ملی تکواندو افغانستان 2 مربی داره و یکی های مینسین هاک و دیگری استاد محمد بشیر ترکی که 14 سال از ما در تیم ملی هستم و 14 سال است که امروی این 2 مربی ما در اکثر سفرات هم دیگه با هم هستیم و روزهای خوب، روزهای بد، روزهای باخت، روزهای برد، خیلی چیزهای دیگر با هم دیدیم و تماما زحمات امید بزرگوار بود که افغانستان تونست در بازی های المپیک مدال کسب بکنه.
محمد بشیر ترکی مربی تیم ملی تکواندو در مورد نیکپا ابراز نظر کرد و نیکپا را افتخار بزرگ نامید. روحلا یک غنیمت بزرگ برای مردم افغانستان شد. یک فامیل از دوره مهاجرت به وطن عودت میکنه بعد از جنگ. طبیعی است که او فامیل از لحاظ اقتصادی کاملا از صفر از نو شروع میکنن، زندگی را آغاز میکنن. روحلا کسی بود که باید کمک میکرد خانواده خود، باید کار میکرد، همزمان با اینکه ورزش میکرد باید کار میکرد. شاقترین کارا را که ما شاهدش بودیم روحلا انجام داده و به بسیار مشکلات به طرف کلاب ورزشی میامد و در تیم میامد، حتی در تیم ملی وقتی که بود مثال زحمت میکشید، در یک موترسایکل سازی کار میکرد. اصلا قابل مقایسه نیست که ما بگوییم حداقل 5% یک تکواندوکار تیم ملی انگلستان، کوریا یا امریکا یا ایران را ورزشکارهای تکواندوی ما و بخصوص در وقت که روحلا نیکپا تمرین میکرد داشته بوده باشیم. و این یک حالت بود که تازه از جنگ، تازه از یک دوره سیاه ما آغاز کردیم، دوباره ورزش که المپیک افغانستان به تعلیق بود. هیچ چیز، نه وسایل و تجهیزات ورزشی در حد امکان یک ورزشکار عادی که در یک کلب تمرین کنه موجود نبود. اصلا ما جای تمرین نداشتیم. دقیقاً بدون تمرینات در کره جنوبی که از طرف سولیدریتی، المپیک سولیدریتی امکانات تامین شد، نمی بود، بسیار مشکل می بود. ما در کلاب های بسیار خوب کره تمرین کردیم، امکانات بسیار خوب در اختیار ما قرار داده شد پیش از المپیک وقتی که سهمیه را گرفتیم و بسیار ما را کمک کرد، تشکر هم میکنیم ازشان. و ما هم مو اسکالرشپ را که داده بود برای بهترین بازیکن تکواندوی افغانستان در نظر گرفتیم که امروز اونمو کمک به جای نشد، افغانستان صاحب مدال المپیک شد با اثر زحمات ما و همکاری ادارات ورزشی و افغانستان و کمیته بین المللی المپیک. مسئولین ورزش در مورد نیکپا همه دیدگاه‌های خاصی دارند. روحلا نیکپا، اول از عشق روحلا نیکپا بگویم که برشته خود داشت، این مهم بود. روحلا نیکپا شقانه آمد به تمرینات خود دوام داد، در مسابقات شرکت کرد، در تمرینات بسیار سخت و نفسگیر دوام داد و هیچ وقت یک آدمی نبود که یا ترینرش یا اعضای تیمش که تیزی اساسیت داشته باشه، روابط بسیار خوب و برادرانه و صمیمی که تمام اعضای تیم خود داشت و فقط متوجه ورزش خود بود و متوجه نتیجه ورزش خود بود. در مسابقات المپیک بیجنگ خوشبختانه روحلا نیکپا تانست مدال بگیره، مدال برونز بگیره روحلا نیکپا و این اولین مدال بود که افغانستان در طول تاریخ ورزش خود گرفته بود. پیشوی نشان میترم، اوست میفهمه که ثانیه ها کم مانده و
مجبور است حمله بکنه. این طرف نکپا هم عالی دفاع میکنه، دفاع خوب و زیبا عبدالیوچاگی و خوشی های نکپا را دیدین و 4-2 پیش میفته رولای نکپا. موندالیوچاگی حالا 4-2 دارنده مدال برنز آسیا از دارنده دو طلای جهان پیش است. نفر سوم آسیا در برابر قهرمان دو مرتبه جهان پیش است. پاکاچاگی، عبدالیوچاگی و یک اختار دیگه ببینیم برش میتونه. بله 4-1 و 8 ثانیه دیگه باقی مانده به ختم مسابقه و رویداد تاریخی را شاهد هستین. مردم افغانستان باید خوشحال باشن و اشک خوشی باید بریزن و تمام و یم خوشی های ماستر مینسین هاک و ماستر محمد بشیر ترکی. رولای نکپا اشک خوشی میریزه، یم هواداران افغان که در استادیوم بیجنگ آمدن و نکپا را مورد تقدیر و تشویق قرار میتن. یه همچه ایره که باز هم مقام پنجم اولمپیک کسب میکنه، 2004 آتن پنجم و 2008 بیجنگ پنجم. رولای نکپا خوش است و از عمق دل و اعماق دل عشق میریزه. رولای نکپا تبدیل به پر افتخارترین ورزشکار تاریخ ورزش افغانستان میشه. یم اخلاق ورزشی او که میایه و احترام میکنه به مربی حریف، یم نکپای بزرگ که میایه حریف میبوسه، یم خوشی های ماستر مینسین هاک مربی کوریایی تیم ملی تکواندوی افغانستان. خوش است، مردم افغانستان خوشحال است از دیدن این صحنه تاریخی و زیبا. پس از 72 سال افغانستان از بازی های المپیک که بزرگترین رویداد ورزشی دنیا هست مدال میگیره. یه هم قهرمان دو مرتبه جهان که عشق میرزه. استاد بشیر ترکی عشقهایش ببینن که عشقهای خودش گرفته نمیتونه. همه عشق میریزن، مردم افغانستان عشق میریزه. رولای نکپا خسته ولی با همت و شجاع تقریبا 8-9 کیلو وزن بدن خودش کم ساخته بود تا آماده ای رویداد شود. پس از کسب اولین مدال المپیکی توسط نکپا، آقای حامد کرزی رئیس جمهور اسبق افغانستان یک خانه مدرن برای وی تحفه داد. نکپا دوست دارد بهترین لحظات زندگیش را در کنار فامیلش بگذراند. رفتار مردم همیشه با تمام ورزشکارا البته خوب بوده و مردم بعد از کسب اولین مدال المپیکشون، اولین مدال تاریخی بود و یک انفجاری در افغانستان شده بود، انفجار خوشی در بین مردم، در بین تمام اقوام افغانستان شده بود. بعد از او زیادتر ورزشکارای خود در کنار ورزشکارای خود بودن و ورزشکارای خود همیشه ساپورت کردن و هیچ ورزشکار فراموش نمی کردن و همیشه هم به یادشان هستیم و واقعا لحظه هر جایی که هر کسی را که میبینیم احساس خوشی میکنن. یک کسی به نام تختی، یکی از پهلوانای بسیار مشهور جمهوری اسلامی ایران است که خدا ببخشش حال وفات کردن، اونا زیادتر به جوانمردی شهرت دارن. تختی یکی از جملاتشی است که من وقتی که قهرمان دنیا شدم بعد از او فهمیدم که من باید شکسته باشم. برای از اینکه برای مدال من سر خود خم کردم، مدال در گردن خود انداخت، من بعد از او فهمیدم که باید من سرم خم باشم، یعنی شکسته باشم. دیگر روح الله نکپا را مدال المپیکیش نتانست که سرش به اصطلاح بلند بسازه و صاحب کبر و غرور بسازش. همون شکست نفسیش بود که تا به حال هم فضل خدا در جامعه خود منعیسی یک آدم محترم است و فعلا امرای معاون صاحب ریاست جمهوری به حیث مشاور کار میکنه. خوشبختانه که امروز ورزش افغانستان تقریبا با فداکاری آقای نکپا و سایر جوانایی که مانند آقای بهاوی، حیدری، لکزایی و سایر جوانایی که در بخشهای مختلف اینا به افغانستان افتخار کمایی کردن، به خصوص تکواندو جایگاه خاصی داره. مسلماً در وجود انسان ها اگر انگیزه وجود داشته باشه و این انگیزه سبب شود
و از استعداد جوان کار گرفته شود، در اونجا استادی باشه، شخصیت هایی باشه که در تربیت این استعداد کار و تلاش بکنن، مسلماً این استعداد رشد میکنه. ما زحمات آقای ربانی، آقای بخشی و در این آخر آقای سکندر، دکتر سپ سکندر را نباید نادیده بگیریم، خصوصاً از آقای بشیر ترکی و استاد کوریایی را. ما شاهد هستم که در مسابقات المپیای لندن که در اونجا همه حضور داشتن، ماه مبارک رمضان بود، ولی استاد بشیر با دهن روزه دوامدار تمرینات را بالای شاگردای خود به خصوص نکپا و آقای بهاوی انجام میداد که کار و زحمات هر کدام از این برادرها هم قابل قدر است. سراتیس سمیرا از غری که اخیراً عضویت کمیته بین المللی المپیک را کسب کرده است در مورد نکپا ابراز نظر کرد و گفت: باید بگیم که خوشبختانه وقتی که آقای نکپا توانستند دو مرتبه مدال المپیکی را از آن خود کنند و برای افغانستان برمغان بیاورند، ما خودم هم یک ورزشکار بودم که فعلا هم هستم در تیم ملی بسکتبال بانوان، و این سبب شد که ما حتی یک استپ به جلوتر فکر کنیم. حتی بانوان افغانستان به این فکر شدن که از جمله خودم باشم شخصا به این فکر شدم که از این بابت ما باید از این مسابقات داخلی یا همسایگی حداقل به جنوب آسیا فکر کنیم، حداقل به یک گام پیشتر فکر کنیم. و واقعا یک الهام نه تنها برای خود به اصطلاح کمیته بین المللی المپیک بود که از چنین یک کشوری توانستن که مدال المپیکی به دست بیارن، حتی برای خود ورزشکارای داخلی افغانستان نیز یک الهام بود. و خوشبختانه از سالهای قبل تا به حال بسیار تغییرات آمده، بیشتر مسلکی شدن تمام ورزشکار افغانستان و همگی به فکر ازی هستن که یک قدم پیشتر برون. واقعاً از یک اخلاق و یک کاراکتر بسیار نیک برخوردار است که میتونه منیسی یک الگو برای تمام نسل جوان ورزشکار باشه و ریاست عمومی تربیت بدنی و سپورت و همچنان کمیته ملی المپیک افغانستان همیشه آقای رولان نکپار هم منیسی یکی از بزرگترین ورزشکارهای تاریخ ورزش کشور میدانه و تقریبا در تمام رویدادها جایگاه و مقام خود داره و همیشه با ورزش افغانستان خواهد بود. یکی از خاطراتی که من در دوران رفاقت و دوستی و تمرین همراهش داشتم، یک روز در جیم اردی ما تمرین میکردیم، به ما مشوره کرد، صحبت کرد که سید داود ما میخواییم سیکس پد داشته باشم، و به این نهایت تلاش کرد، به این نهایت زحمت کشید تا بالاخره یک روز به ما نشان داد که واقعا تصمیمی را که اتخاذ کرده بود به او جامعه عمل پوشانده بود و بدنش واقعا سیکس پدی را که میخواست در وجودش ما او را مشاهده کردم. من خودم وقتی که در کنار ما هستن واقعا یک انگیزه بالایی میگیرم، و بودن در کنار ما در وقتی در مسابقات بودیم، من خودم یک زمانی وزن کم میکردم و بسیار در لحظه های سختی که یک کیلوگرم از وزن مانده بود دیگه هیچ انرژی نداشتم. حرفای ایشان و بودن ایشان تانست به من یک انگیزه بده که بتونم وزن خود برسانم. نکپا پس از آن که در سال 2017 میلادی در مسابقات جهانی تکواندو شرکت کرد و دو پیروزی هم داشت، بعد از آن برای همیشه از تکواندو که او را صاحب شهرت نیک ساخته بود به عنوان یک بازیکن ودا گفت و فعلا به عنوان مشاور معاونیت دوم ریاست جمهوری مشغول به کار است و همچنان در کنار آن به عنوان مربی در کنار ملی پوشان تکواندو مشغول به فعالیت می باشد. ما سال 2017 بود، 2017 یعنی سال بود که ما از دنیای بازیکنی آمدم بیرون
و تا سال 2017 در خدمت مردم و در تیم ملی تکواندو افغانستان بودم. بعد از اینکه حس کردیم که دیگه توان رفتن به مسابقات بیرونی مثل سابق نمانده، خواستیم که جای خود را خالی کنیم و اجازه بدیم برای جوانایی که واقعا انرژی دارن و میتونند مسابقات بیرونی برن و نتیجه بگیرن. بعد از او در خدمت تیم ملی تکواندو نوجوانان کشور شدم و هستم. نیاز است که ما همون تجربه که در طول همین 14 سال در تیم ملی بودیم و کسب کردیم، نیاز هست که انتقال بدیم برای نوجوانان، برای جوانانی که وقت دارن، برای جوانانی که هنوز جوان هستن و میتونن به مسابقات بیرونی پر انرژی ظاهر شون. در خدمتشان هستم و امیدوار هستم که امور رقم که در دنیای ورزش و به عنوان بازیکن بودم، خدا رو شکر تا یک حدودی را، تا یک اندازه ای را موفق بودیم، در دنیای مربیگری هم موفق باشم. بودن نیکپا در کنار ورزشکاران باعث روحیه بزرگ برای آنان می گردد. برای من یک گلگو شد که من باید مثل از او یک مدال قهرمان شم، مدال المپیک بگیرم. رفتم پیش یک کلب تکواندو، ورزش تکواندو را آغاز کردم. مشابق اصلی خود من هم رولا نیکپا بوده و انشالله که بتانیم رکورد رولا را بزنیم و همیشه همین رقم نمانه و بتانیم انشالله مدال طلایش کسب کنیم، نه من، هر کسی که لیاقت توانش داره. در این روزها آرزوی نیکپا چیز جز ختم جنگ و آغاز یک دوره طلایی برای کشورش نیست. او از جنگ خسته شده است و شدیداً مشتاق دیدن یک افغانستان آباد، سربلند، متمدن و بدون از جنگ است. آرزوی ما و آرزوی تمام مردم افغانستانی است که دیگه افغانستان شاهد جنگ و خونریزی و قتل و انتحار و انفجار نباشند، چون همگی خسته شدن. یک تعداد کسایی که قبلا در دوران جنگ در افغانستان بودن، اونا واقعا دیدن و دیگه نمیخواین او خاطره دوباره زنده شوه، و کسایی که ندیدن شنیدن چه اتفاق افتاده، چه روزهایی را داشتن. و پس یه آرزوی ما است و آرزوی تمام هموطنهای ما است که افغانستان آرام، افغانستان متحد، افغانستانی که همگی خنده بر لب است، دیگه غم و غصه را نمی بینن، او را هم داشته باشیم.